ایران، مهد تمدن بشری و بزرگترین امپراتوری که جهان به خود دیده. کشوری پهناور و شگفت‌انگیز که با تاریخ، فرهنگ و ادبیات فاخرش در جهان شناخته میشه. در این قسمت با من همراه بشید تا از ایران عزیزمون چند حقیقت جالب رو بهتون معرفی کنم. اما قبل از شروع، اگر هنوز عضو کانال ما نیستید، به جمع ما بپیوندید. همین الان کانال سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو هم بزنید تا به محض انتشار ویدیوی جدید باخبر بشید و قسمت‌های بعدی رو از دست ندید. ایران از نظر ذخایر نفت و گاز رتبه دوم در جهان رو داره. البته حتما این موضوع رو زیاد شنیدید، اما رتبه دوم در ذخایر نفت و گاز دقیقاً به این معنیه که ما باید دومین کشور ثروتمند جهان باشیم و در رفاه کامل روزگار بگذرونیم. جالبه بدونید که ایران به تنهایی 56 برابر کل اروپا نفت و گاز کشف شده داره و چندین برابر کل اروپا ذخایر معدنی. به عبارت دیگه ایران به تنهایی از کل اروپا ثروتمندتره. مورد بعدی ذخایر معدنی. ایران با برخورداری از 68 نوع ماده معدنی و شناسایی حدود 60 میلیارد تن ذخیره معدنی از نظر تنوع در بین 10 کشور برتر جهان قرار داره و حدود 7% کل ذخایر معدنی جهان در ایرانه. فقط در بخش طلا، کرومیت، مس و زغال سنگ بیش از 50 میلیارد دلار سرمایه در ایران وجود داره. اگر بخواید بزرگی این عدد رو بهتر درک کنید، باید بگم که چین با 1/3 این مبلغ، با اینکه پر جمعیت ترین کشور جهان هم هست، تونسته به بالاترین رشد و توسعه کل دوران خودش برسه. صنعت گردشگری. ایران با تاریخ بسیار کهن، فرهنگ خاص و پرمایه، دارای جذابیت‌های باستانی و تاریخی بسیار زیادیه و یکی از معروف‌ترین مقاصد سفرهای توریستی در جهانه. آثار باستانی پرشمار و بی‌نظیر در گوشه گوشه کشورمون از معروف‌ترین بناهای ساخته شده به دست بشره که بعضی از اونا شهرت جهانی داره. صنعت گردشگری در ایران به تنهایی پتانسیل اینو داره که سالانه منبع درآمد بسیار خوبی برای ایران باشه، اما به خاطر شرایط حاکم بر کشورمون توریست‌ها ترجیح میدن به ایران سفر نکنن. سرزمین چهار فصل. تنوع محیط زیست و آب و هوا در ایران یکی از بی‌نظیرترین ها در جهانه. داشتن شرایط خاص جغرافیایی، چهار فصلی بودن آب و هوا و شرایط اقلیمی منحصر به فرد باعث شده ایران یکی از غنی‌ترین و در عین حال زیباترین کشورهای جهان از نظر داشتن جاذبه‌های طبیعی باشه، به طوری که از این نظر جایگاه پنجم رو در جهان به خودش اختصاص داده. به عنوان مثال، اختلاف دمای هوا در زمستان بین گرمترین و سردترین نقطه کشورمون گاهی به بیش از 50 درجه سانتیگراد میرسه. به این معنی که وقتی در فصل زمستان دمای شهر کرد در شب به 30 درجه زیر صفر میرسه، میتونید در اهواز دمای هوای حدود 25 درجه بالای صفر رو تجربه کنید. غیر از این مواردی که گفتم، در حال حاضر کشورمون در تولیدات پسته، زعفران، انار و خاویار رتبه اول و در صادرات خرما و زردآلو رتبه دوم در جهان رو داره. زعفران و خاویار ایران جزو لوکس‌ترین و گران قیمت‌ترین محصولات غذایی دنیاست و فقط صادرات این دو محصول درآمد هنگفتی رو برای کشورمون داره. البته لیست صادرات میوه و مواد غذایی ایران اونقدر طولانیه که وقت نمیشه همه رو در این ویدیو نام ببرم، اما طبق آخرین آمار ایران سالانه 120 میلیون تن محصولات کشاورزی صادراتی داره که بعضی از اونها جزو ارزشمندترین و گران‌ترین محصولات غذاییه. و اما نکته آخر، تنگه هرمز. این تنگه یکی از مهمترین و با ارزشترین دارایی های کشورمونه. 1/5 از نفت مصرفی جهان هر روز از این تنگه عبور میکنه و قولهای نفتی بزرگ دنیا مثل عربستان، کویت و امارات بخش اعظم نفت خودشون رو از طریق این تنگه به جهان صادر میکنن. قطر بزرگترین تولید کننده گاز مایع هم تقریبا تمام گاز خودش رو از همین راه صادر میکنه. کنترل بر این تنگه به معنای سلطنت بر نفت و گاز جهانه و سالانه درآمد بسیار زیادی برای کشورمون به همراه میاره. مرسی که تا انتها با من همراه بودید. البته این همه چیز راجع به ایران نبود و در ویدیوهای بعدی اطلاعات بیشتری در اختیارتون قرار میدم. اگه این قسمت رو دوست داشتید، یه لایک به ویدیو بزنید. برای حمایت از ما لطفاً سابسکرایب هم فراموش نکنید و چند مورد از کشورمون رو هم شما برای من در کامنت ها بنویسید. تا ویدیوهای بعدی مواظب خودتون باشید.